قژقژ گالش روی زمین سرد آزمایشگاه نشان از ورود پروفسور پرسیکوف بود. پروفسور چراغ بالای سرش را روشن کرد، کلاهش را برداشت، نور چراغ روی سر تاسش برق زد. پروفسور مردی میانسال، استاد جانورشناسی و مدیر بزرگترین آزمایشگاه مسکو بود. پروفسور دستی به صورت صاف و دو تیغش کشید، به اطراف نگاهی انداخت. دماغش مثل همیشه قرمز بود و عینک گردش رویش لق می‌زد. چشم‌های ریز پروفسور از پشت شیشه کلفت عینکش درخشید، چیزی که آقای پرسیکوف را منحصر به فرد می‌کرد چشم‌های درخشان یا قوز پشتش نبود. او به کاری که می‌کرد ایمان داشت. اگر از پروفسور در مورد جانورشناسی می‌پرسیدند، چشم‌های ریزش را تنگ می‌کرد، انگشت اشاره‌اش را به طرف جمعیت می‌گرفت، با جملات بریده و مخصوص به خودش آنقدر حرف می‌زد تا همه را قانع کند. پروفسور تنها بود. بیچاره بعد رفتن زنش دیگر همسر اختیار نکرد، فرزندی هم نداشت. پروفسور جز حیطه تخصص و دانشش به چیزی علاقه نداشت، نه تئاتری میرفت نه روزنامه‌ای دستش میگرفت. دلیل خیانت همسرش هم همین بود، چون او به چیزی غیر از قورباغه‌های آزمایشگاهش فکر نمیکرد. پروفسور خانه‌ای 5 اتاقه داشت. شاید فکر کنید برای مردی تنها زیادی است. دولت شوروی هم همین فکر را می‌کرد. در حکومت اشتراکی مردم باید همه چیز را با هم شریک می‌شدند. سال 1319 دولت 3 اتاق پروفسور را برای مردم بی خانه مصادره کرد. پرسیکوف ناچار شد حتی یکی از اتاق‌هایش را به خدمتکارش بدهد. خودش هم اسیر اتاقی کوچک شد. همیشه به خدمتکار پیر و رنجورش می گفت: اگه بالاخره دست از کارای مسخرشون بر ندارن از اینجا میرم. بیراه نمی گفت. در خیلی از کشورها به روی دانشمندی مثل او باز بود. پروفسور به 4 زبان زنده دنیا مسلط بود. کافی بود اراده کند تا توی بهترین دانشگاه‌ها مشغول تدریس شود. اوضاع روسیه سال به سال بدتر می شد، جوری که مردم به طعنه می گفتن: می دونی چرا شوروی آدم به ماه نمی فرسته؟ چون می ترسه دیگه نخواد برگرده. خیلی ها از کشور فرار کردند، اما پروفسور با وجود تمام مشکلات در روسیه ماند. شرایط وخیمتر شد. بیشتر گونه های کمیاب وزغ‌های آزمایشگاهی مردند. دلیلش واضح بود: گرسنگی. مردم تلف می شدند، چه برسد به خزنده های پروفسور. کمبود مواد غذایی همه را در چرخه معیوب گرسنگی گیر انداخته بود. وزغ‌ها از کرم‌های داخل آرد تغذیه می‌کردند. البته اگر آردی بود، نگهبان تمام وقت آزمایشگاه تلف نمی‌شد. سوسکا هم از حکومت کمونیستی زله شده و پا به فرار گذاشته بودند. کم کم خرگوش‌ها، روباه‌ها، گورک‌ها و ماهی‌ها هم جان دادند. پروفسور مقصر اصلی نابودی آزمایشاتش را کمیسر عالی فرهنگ می دانست. بعد از مرگ نگهبان و وزغ‌ها، پروفسور یک روز کامل سکوت کرد. مدتی هم بیمار شد، اما با مرگ مقابله کرد. با اینکه شرایط هوا خوب نبود، هفته ای 2 بار به آزمایشگاه سر می زد. گاهی اوقات هم برای تعداد کمی از دوستداران علم سخنرانی می کرد. از اونجایی که هر آغازی پایان دارد، 3 سال بعد شرایط کمی بهتر شد. پانکرات نگهبان جدید آزمایشگاه شد، مردی جوان که از پس کارها به خوبی برمی آمد. با گرم شدن هوا، پروفسور به کمک پانکرات وزغ‌های جدیدی شکار کرد. پروفسور هم تحقیقاتش را از سر گرفت. دوباره درس دادن و کنفرانس‌های علمیش به جریان افتاد. انگار روح تازه‌ای درونش حلول کرده بود. پروفسور مثل همیشه سختگیر و ریزمین بود.
آخر ترم بیشتر دانشجویانش را مردود کرد. از نظر او کسی که فرق بین مار و خزنده را نمی‌دانست صلاحیت درس خواندن نداشت. مارها لگن خاصره ندارند. چیزی از این آسان‌تر؟ اوج خوشبختی پروفسور به همین جا ختم نشد. با ساخته شدن آپارتمان‌های جدید، اتاق‌های خانه‌اش تخلیه شدند. او دیگر راحت در خانه‌اش زندگی می‌کرد. خبری از زندگی نکبت‌بارش در اتاقی کوچک و با خدمتکار پیرش نبود. پروفسور دوباره سرتاسر خانه‌اش را پر از لوازم آزمایشگاهی، میکروسکوپ و لامپ‌های مخصوص کرد. او در طول سال‌های 1926 و 7 دو کتاب چاپ کرد. کتاب‌های اساسی و مهم که به 6 زبان از جمله ژاپنی ترجمه شدند. کتاب‌ها در مورد جنین شناسی قورباغه‌ها و نوعی حلزون بود. همه چیز در امن و امان بود تا تابستان دو سال بعد. روزهای خوش پروفسور با اتفاقی وحشتناک تمام شد. غروب یکی از روزهای بهار، پروفسور به آزمایشگاهش رفت. روپوش سفیدش رو پوشید، پروژکتور بالای میز را روشن کرد و پشت یکی از میکروسکوپ ها نشست. نور ماه از پشت شیشه پنجره به درون میتابید. شیشه پر از انعکاس نورهای خیابان و ماشین ها بود. صدای رفت آمده تراموا ها و ماشین ها با صدای برخورد ابزار فلزی آزمایشگاه در هم پیچید. پروفسور متوجه چیزی نبود. تمام تمرکزش را روی تنظیم پیچ میکروسکوپ گذاشته بود. وقتی درجه میکروسکوپ را از 5000 به 10000 تغییر داد، در اتاق باز شد. مردی با ریش بزی و پیشبند چرمی وارد شد. نمونه ها آماده است، میخواین بهش نگاهی بندازین؟ پروفسور چرخی روی سپایش زد، بلند شد، خاکستر سیگارش را روی میز تکاند و به اتاق دستیارش رفت. روی صفحه شیشه‌ای قورباغه نیمه جانی افتاده بود. قورباغه مثل چوب خشکی بود که از شکمش محتویاتی لزج بیرون زده بود. پروفسور نگاهی بهش انداخت. عالیه. پروفسور و دستیارش به نوبت پشت میکروسکوپ نشستن. گرم صحبت شدن، جوری که پروفسور آزمایش قبلش را از یاد برد. بالاخره برای آخرین بار پروفسور به قورباغه فلک زده نگاهی انداخت و گفت خونش لخته شده، دیگه نمیشه کاری کرد. قورباغه کمی سرش را تکان داد و چشمایش نفرت میبارید. معلوم بود زیر لب میگوید عوضیای بیوجدان. پروفسور بالاخره دست از سر قورباغه بیچاره برداشت. از صندلی بلند شد، کش خوصی به بدنش داد و به اتاقش برگشت. با اینکه پشت هم خمیازه میکشید دست بردار نبود. دوباره چشم راستش را روی چشمی میکروسکوپ گذاشت، اما تا خواست درجه را تغییر دهد دست نگه داشت. در نگاه اول مشکل خاصی وجود نداشت، لکه نوری روی آمی بود. اما پروفسور با دقت بیشتر نگاه کرد. اول انگشت‌های درازش که روی پیچ میکروسکوپ بودن لرزید، کم کم سرش را عقب کشید، چشمایش از حدقه بیرون زده بود. پروفسور گیج و سردرگم بود. شاید اگر آدمی معمولی پشت میکروسکوپ مینشست اتفاق نمی افتاد. اما از اقبال بد دولت روسیه یک نابغه پشت میکروسکوپ نشسته بود. پرسیکوف چشم راستش را به چشمی میکروسکوپ چسبان. خدمتکار در اتاقک خودش خورناس میکشید. ایوانوف دستیار پروفسور هم مشغول جمع جور کردن وسایلش بود. ایوانوف موقع رفتن صدای پروفسور را شنید، اما نمیدانست با کی حرف میزند. پرسیکوف تا طلوع خورشید پشت میکروسکوپ ماند. با افتادن رگه های نور آفتاب روی اتاق، پرسیکوف پرده های سیاه را کشید تا دوباره ظلمات شود.
خسته و رنگ پریده بود، اما همچنان انرژی داشت. پروفسور به کف اتاقش زل زد و با خودش گفت: باورم نمیشه. بعد سرش را بالا آورد، به قورباغه های اسیر تو اتاق که شیشه ای نگاه کرد و گفت: آقایون، شما باورتون میشه؟ قورباغه ها خسته تر از اون بودن که جوابی بدن. پروفسور کمی این پا اون پا کرد، همه درس های نور را گرفت و پشت میکروسکوپ نشست. اخمایش دوباره در هم رفت، رگهای صورتش بیرون زدن و غرغر کرد: چرا گم شد؟ کم کم لبخند پهنی کل صورتش را گرفت. بالاخره میفهمم. پروفسور دوباره پرده ها را کنار زد، نور آفتاب همه جا را روشن کرد. به خاطر نور خورشیده، اما پیداش میکنم. بله پیداش میکنم. پروفسور مثل همیشه از کارش مطمئن بود. برای اینکه زاویه خورشید را بفهمد، چند بار با ریتم خاصی جلوی پنجره عقب و جلو رفت. بالاخره پروفسور از اتاقش دل کند و بیرون زد، اما نه مثل همیشه. اول روی میکروسکوپ را با دقت تمام پوشاند، با ذوب کردن لاک مور سرپوش میکروسکوپ را چسبان تا تکان نخورد، تمام چراغ‌ها را خاموش کرد، در اتاقش را با قفلی محکم مهر و موم کرد. هوا گرگ و میش بود. پروفسور جلوی اتاقش پانکرات ایستاد و در زد، چند باری به در کوبید تا بالاخره پانکرات غرق خواب در را باز کرد. نگهبان بیچاره با پیژامه ای راه راه و چشمانی قرمز به پروفسور زل زد، خمیازه کشید و گفت: بفرمایید. پروفسور از بالای عینک پانکرات را برانداز کرد. ببخشید بیدارت کردم، یه کار مهم داشتم. خوب گوش کن، هیچ کس نباید وارد اتاقم بشه، چیزی که رو میزمه نباید تکون بخوره، متوجهی؟ پانکرات خورناس کشید: بله. پروفسور ضربه‌ای به پلوی پانکرات زد تا خواب از سرش بپرد. دوباره تکرار کرد: در اتاقم رو قفل کردم، لازم نیست امروز تمیزش کنی، باشه؟ پانکرات با صدایی گرفته جواب داد: متوجهم. بسیار خوب، برو بخواب. پانکرات رفت و روی تختش ولو شد. پروفسور هم لباسهایش را عوض کرد، روپوش تابستانی نازکش را پوشید و کلاهش را گذاشت. چند دقیقه به گالش‌هایش زل زد، لنگه چپ را پای راست کرد و لنگه راست را به زور در پای چپش فرو برد. هوای آزاد خیابان که به صورتش خورد، از همونجا به کلیسا رفت. به کلیسا که رسید متوجه سردی پایش شد، تازه فهمید یک لنگ کفش پاشه. آهی کشید و با خودش گفت: مهم نیست، خوب نیست برگردم و پانکراتو بیدار کنم. پروفسور لنگه دیگر را هم در آورد و دستش گرفت. همون موقع ماشینی پر از جوان از روبرویش رد شد. شاید اگر ما هم جایشان بودیم او را مسخره می کردیم. جوانها به پروفسور گیج و حواس پرت تکه‌ای انداختند و رفتند. پروفسور دو روز دیگر هم مشغول بررسی شد، نه خواب داشت نه خوراک. او در چند قدمی کشفی بزرگ بود، کشف چیزی که تمام معادلات علمی را به هم می زد. پروفسور خوب می دانست ماجرا از کجا شروع شده. ماجرا با دیدن شعاع نوری قرمز شروع شد. گاهی اوقات نوارهای نوری روی عدسی میکروسکوپ ظاهر می شدن، اما این شعاع قرمز با نوارهای نوری ضعیف متفاوت بود. تفاوتش بعد از صحبت طولانی که با ایوانوف داشت مشخص شد. اون روز پرسیکوف وقتی به اتاقش برگشت، با اتاق عجیب و غریبی روبرو شد. آمیپا یک ساعت و نیم تحت تأثیر نوار نوری قرمز ماندن. بعد از اون جریان جادویی خلق شده بود.
این موجودات تکسللی و بیحال مثل موجودی دوپا سمت نوار قرمز می‌دویدند و جان می‌گرفتند. تولد پشت تولد، تکثیر پی در پی، شبیه میدان نبردی خونین شده بود. در چشم هم زدنی از هر سلول 10 سلول و بعد از هر کدام 10 تای دیگر تولید می شدن. جنگ جنگ بقا بود. قوی ترین آمیب تبدیل به بزرگترین سلول می شد و باقی می ماند. نکته دیگر پیدا کردن منبع اشعه قرمز بود. منبع نور. منبع نور خورشید بود یا نور مصنوعی؟ پرسیکوف در 3 میکروسکوپ 3 اشعه پیدا کرد. در نتیجه عاملش را در نور چراغ و همون نور مصنوعی یافت. تمام معادلات کنار هم جور شدن. پروفسور کاشف رازی بزرگ بود. اولین کسی که از این کشف عجیب با خبر شد دستیارش ایوانوف بود. ایوانوف با هیجان به صفحه میکروسکوپ و آمیپا نگاه کرد. ببین با چه سرعتی رشد میکنن. پرسیکوف همه چیز را برای ایوانوف تعریف کرد. در چهره دستیار بیچاره قدری تأسف موج زد. شاید به خودش لعنت میفرستاد چرا تا به حال نوری ندیده. قرار شد ایوانوف با لنز و آینه محفظه‌ای بسازد. می‌خواستند محیط را برای رشد بیشتر گسترش دهند. ایوانوف مطمئن بود کارش را به خوبی انجام می‌دهد. با تأکید زیاد پروفسور را قانع کرد تا خیالش راحت شود. چند لحظه سکوت برقرار شد تا اینکه پروفسور حس کرد باید به دستیارش قوت قلب بدهد. به محض انتشار حتما قید میکنم شما محفظه رو ساختین. ممنونم، لازم نیست، هر جور که خودتون صلاح میدونید. قضیه به همین راحتی حل شد. ایوانوف تمام مشغلش اشعه قرمز و تولید آن در محفظه شد. بعد هم از طریق کمیته فرهنگ تعداد آینه و شیشه های مقعر و محدب از آلمان سفارش دادن. ایوانوف محفظه را ساخت و نور قرمز را تویش پیدا کرد. نواری پررنگ و قدرتمند. محفظه را با احتیاط به اتاق پروفسور بردن. پروفسور اشعه را روی تخم های قورباغه آزمایش کرد. 2 روز بعد قورباغه ها تمام اتاق پروفسور را تحت حکومت خود درآوردند. از هر سوراخ قورباغه بزرگ و درنده بیرون می‌زد. عجیب‌تر از هیبت قورباغه ها صدا و آواز سرسام‌آورشان بود. پانکرات بی خبر از همه چیز و همه جا با دیدن قورباغه ها زبانش بند آمد. بعد از 1 هفته پروفسور حس کرد دیگر مغزش کشش ندارد. تصمیم گرفتن قورباغه ها را با سم نابود کنند. آزمایشگاه را پر از مواد شیمیایی کردند تا آخرین قورباغه هم جان داد. همه جا بوی مواد سمی گرفته بود، اما به درد سرش می‌ارزید. پروفسور متوجه شد اثر اشعه روی تخمک خیلی بیشتر است. این موضوع را با دستیارش در میان گذاشت. ایوانوف تأکید کرد و گفت این کشف شهرتی استثنایی براتون میاره. شما پرتو حیاتو کشف کردین. کافیست خبری به بیرون درس کند. آن وقت مثل ویروسی همگیر یکی یکی به آدم ها منتقل می شود. خدا می داند منبع اصلی پچپچه های مردم چه کسی بود. ایوانوف یا کس دیگری. مهم این بود که در مسکو با اون همه عظمت همه از کشف جدید پروفسور خبر داشتند. زمانی وقتی مقاله کوتاه حول کشف پروفسور در روزنامه چاپ شد قضیه جدی شد. در روزنامه توضیحات چندانی نگفته بودند. حتی اسم خانوادگی پروفسور را به اشتباه پوفسیکوف نوشته بودند. ایوانوف مقاله را به پروفسور نشان داد. پروفسور روزنامه را کنار انداخت و گفت فقط بلدن حرف مفت بنویسن، اسمم اشتباه نوشتن. همین مقاله با نام اشتباه شروع دردسری بزرگ برای پروفسور شد. همون روز پانکرات کارت ویزیتی روی میز پروفسور گذاشت و با استراب گفت بیرون در منتظره. روی کارت نوشته بود
کارمند دفتر مجله مسکو. آتش سرخ، فلفل سرخ، مجله سرخ، نورافکن سرخ، عصر سرخ مسکو. پروفسور آی کشید و با بی‌حوصلگی کارت را به پانکرات داد. بگو بره پی کارش. پانکرات بیرون رفت، نرفته دوباره برگشت. دوباره کارتی دستش بود، با صورتی غمگین و رنگی پریده. کارت را روی میز پروفسور گذاشت. پرسیکوف نعره زد، باز چیه؟ شوخیت گرفته؟ پانکرات آب دهانش را گرد داد. میگن از سازمان تفکر سیاسی اومدن. پروفسور کارت را برداشت. پشت کارت با خودکار نوشته بود، جناب پروفسور، با عرض پوزش و خسته نباشید، اگر امکانش هست چند دقیقه وقتتان را بگیرم. برای امری اجتماعی مزاحمتان می شوم. من کارمند مجله طنز کلاغ قرمز از انتشارات سازمان تفکر سیاسی هستم. پروفسور که خونش به جوش اومده بود به پانکرات گفت، راهنماییش کن. تا پانکرات پایش را بیرون گذاشت، مردی جوان وارد اتاق پروفسور شد. مرد صورتی پر و ابروهای هشتی داشت، کتی تنگ و بلند، شلواری گشاد و چکمه های ورنی پوشیده بود. سر و وضعی بروز و تر و تمیز. مرد دفتر یادداشت و کلاهش را زیر بغلش زد. با چشمهای نافذش به پروفسور خیره شد و لبخند زد. پروفسور پرخاش کرد که چی میخوای؟ مگه بهت نگفتن گرفتارم؟ مرد با آرامش تعظیم کرد. در همون حال چشمش را دور تا دور اتاق چرخان و یادداشتی نوشت. پروفسور با دیدن چشمهای پرکار مهمانش از کوره در رفت. گفتم کار دارم. مهمان ناخوانده گوشش به این حرفا بدهکار نبود. کسی حریف چرخش چشمهایش نمی شد. بالاخره گفت، ببخشید مزاحم اوقات ارزشمند تو شدم، اما با جهانی شدن کشف شما مجله ما درخواست توضیحاتی درباره کارتون داره. پرسیکوف رنگش مثل گرد شد. خودش رو جمع جور کرد و دازد، توضیحی برای شما و مردم جهان ندارم. اجباری هم نمی بینم چیزی بگم. خیلی هم گرفتارم. مرد جوان دوباره چیزی یادداشت کرد. صمیمانه پرسید، زمینه تحقیقاتتون چیه؟ منظورتون چیه؟ نکنه میخواین این خزعبلات رو چاپ کنید؟ مرد جوان یادداشتی نوشت و جواب داد، بله. تا تموم شدن تحقیقام حرفی نمیزنم. شما چجوری از تحقیقات من خبردار شدین؟ پسیکوف حس کرد توی تله افتاده. مرد پرسید، اخبار کشف پرتو حیات درسته؟ پروفسور که دیگر در جایش بند نمی شد فریاد کشید، این مزخرفات چیه؟ پرتو حیات کدومه؟ من روی اشعه‌ای که پیدا کردم کار میکنم. هنوز چیزی قطعی نیست. اما احتمال این که فعالیت‌های حیاتی پرتو پلاسمن رو ببره بالا زیاده. چشمای مرد جوان برق زد. تا چقدر؟ پرسیکوف دست باچه شد. چه کیری افتادم. حالا شما فکر کن تا هزار. مرد با هیجان پرسید، پس موجودات خیلی بزرگی به وجود میان. نه خیر آقا، از نظر اندازه یک کم بزرگترن. مسئله مهم سرعت بالای تکثیره. پروفسور دندانهایش را روی هم فشار داد. نباید اونقدر زود همه چیز را لو می داد. مرد جوان راضی بود و دفترچه‌اش را سیاه می کرد. پروفسور احساس کرد گرفتار چرب زبانی مرد جوان شده. با ناامیدی پرسید، شما چی می نویسین؟ واقعیت داره که تو دو شب میشه از تخم یک قورباغه 2 میلیون نوزاد تکثیر کرد؟ پروفسور
پروفسور با عصبانیت تازد. از چند تا تخم؟ تا حالا تخمه قورباغه دیدی؟ 500 گرم. این چه طرز اندازه گیریه؟ مرد جوان از عصبانیت پروفسور سوء استفاده کرد. دفتر سیاهش را با هر سوال سیاه‌تر می‌کرد. با پررویی پرسید: درسته که این کشف دامپروری رو دگرگون می‌کنه؟ لطفاً چرندیات ننویسین. من چنین اجازه‌ای بهتون نمیدم. اگه عکسم از خودتون لطف کنین که چی؟ از من عکس می‌خوای؟ میخوای عکسمو بندازی کنار مزخرفاتی که نوشتی؟ عکس قدیمی هم باشه مهم نیست. پروفسور با تمام وجودش فریاد زد: پانکرات! مرد جوان به تندی گفت: خیلی ممنونم، ملاقاتتون باعث افتخار بود. مرد در چشم هم زدنی غیب شد. تا پروفسور خواست نفس راحتی بکشد، سر و کله یکی دیگر پیدا شد. مردی با لباس نظامی. مرد پای چپش مصنوعی بود. موقعی را رفتن پایش تلق تلق صدا می داد. کلاسوری دستش بود و روی صورت زرد رنگش لبخند داشت. مرد به پروفسور سلام نظامی داد. پروفسور زبانش بند آمده بود. مرد قریبه با صدایی گرفته گفت: ببخشید که من مزاحم اوقاتتون شدم. پستیکوف چشمایش را ریز کرد: نکنه تو هم خبرنگاری ها؟ پروفسور دوباره داد زد: پانکرات! مرد غریبه سرش را تکان داد: خبرنگار نیستم، اجازه بدید خودم رو معرفی کنم. من ناخدای گاندریایو، کارمند روزنامه پیک صنعت از انتشارات اتحادیه کمیسرهای ملی هستم. پروفسور که دیگر کارت به استخوانش رسید بود فریاد زد: پانکرات! همون لحظه تلفن اتاقش زنگ خورد. تا گوشی را برداشت کسی پشت خط آلمانی حرف زد. پروفسور توی همون گوشی داد زد: پانکرات! کم کم صداهای عجیبی از خیابان بلند شد. پروفسور بیرون رفت و بین همهمه ای از اخبار گیر افتاد. هشدار وحشتناک در خیابان، شناسایی مریضی ترسناک در مرغ‌های بیوه یک کشیش همراه با تصویر، کشف خوفناک پرتو حیات توسط پروفسور پرسیکوف. پروفسور نزدیک بود از حال برود. پسرک روزنامه فروش هوار کشید: آخرین خبر، آخرین خبر، کشف اشعه ایش در روزنامه های عصر سرخ. پروفسور روزنامه را از دست پسرک قاپید، به تیر برق تکیه داد. در صفحه دوم روزنامه مقاله با این جمله شروع شده بود: دانشمند ارجمند جناب پروفسور پرسیکوف با گشاده رویی از ما استقبال کرد. کنار مقاله عکس مردی تاس با فکی آویزان بود. زیر عکس نوشته بود: اثر هنری آلفرد برونسکی. عکس را جای عکسی که پروفسور نداده بود چاپ کرده بودند. ناگهان جمعیت زیادی در خیابان جمع شد. صدای خبرنگار از بلندگو پخش شد: آلفرد برونسکی با شما صحبت میکنه. خیلی وقت میخوام مسکو رو در جریان کشف تازه‌ای بذارم. همون لحظه دستی رو شانه پروفسور قرار گرفت. پروفسور با ترس رویش را برگرداند. مرد پامسویی پشتش بود. مرد لبخند زد: جناب پروفسور. پروفسور سرش را با ناراحتی تکان داد: تا حالا آدمی به این بی‌نزاکتی ندیدم. میبینید من اصلا اجازه ندادم بیاد توی آزمایشگاه. وقتی یه آدمی وسط کارت بی اجازه وارد بشه، البته منظورم شما نیستید. مرد پامسویی با چرب‌زبانی گفت: میشه کمی از محفظه‌ای که ساختیم بگین؟ صدای بلندگو بالا رفت: از 500 گرم تخم در عرض 3 روز میلیاردها قورباغه متولد میشه. ولوله‌ای بین جمعیت به پا شد. پروفسور از عصبانیت میلرزید. به مرد پامسویی گفت: برید به جهنم! پروفسور به سختی جلوی تاکسی را گرفت. مرد پامسویی هم ولش نمی کرد. یکی از بین جمعیت گفت:
خبر دارین پروفسور پرسیکوف بچه هاشو کشته؟ پروفسور فریازد، من اصلا بچه ندارم. همون لحظه نوری کور کننده به صورتش خورد. دوربینی چهره ترسیده و عصبانیش را ثبت کرد. بالاخره تاکسی بین جمعیت را افتاد. پروفسور گرمی بدن کسی را پهلویش حس کرد. مرد پامصنوعی کنارش بود. یکی از اقدامات حکومت کمونیستی عوض شدن اسم کوچه و خیابان ها بود. اسامی شاهزاده های تزاری تند و سری از شهرها و روستاها حذف شدند. مردم مدت‌ها گیج بودند تا اسم مکانی را می‌بردند باید پشتش اسم قدیمی ذکر می‌کردند. از چیزایی که دولت زور می‌زد بین مردم جا بیندازد نداشتن اعتقادات بود. برای همین کشیش‌ها و معتقدها رنج زیادی می‌کشیدند. تا اینکه در روستایی با اسم جدید استیلفوسک اتفاق عجیبی افتاد. از ایوان خانه روستایی صدای جیغ زنی بلند شد. زن بیوه کشیش مرحوم روستا بود. بیچاره انقدر به سر کله خودش زد و هوار کشید تا همسایه آن طرف خیابان سراغش آمد. چی شده؟ دوباره یکی دیگه؟ بیوه با گریه جواب داد. 17 تا شد. 17 تا. زن همسایه سرش را با تأسف تکان داد. وای چه فاجعه ای، اینا نشونه خشم خداست. مرده؟ زن کشیش آه کشید. آه بیا خودت ببین. زن کشیش در زوار در رفته ای را باز کرد. با زن همسایه روی زمین پر از لجن مرداری پا گذاشتن. مرداری متعلق به زن کشیش بود. بعد از دق کردن کشیش به خاطر منع کلیسا بیوه دست روی دست نگذاشت. مرداری بزرگی را انداخت. ماموران دولتی خون به جگرش کردند. آنقدر مالیات سنگین برایش گذاشتند تا دست از کار بکشد. اما با همفکری اهالی روستا زن کشیش تقاضا نامه ای نوشت. او نزدیکانش را به عنوان اعضای شرکت تعاونی اعلام کرد. به این صورت از دادن مالیات معاف شد، چون دولت معتقد بود مردم باید همه در یک سطح باشند و چیزی نباید انحصاری شود. حتی اسم فروشگاه ها رو هم دولت تعیین می‌کرد تا شخصی نباشند. کم کم مرداری رونق گرفت و قفس‌های بیشتری بهش اضافه شد. به بیشتر شهرهای کوچک و بزرگ هم تخم مرغ می‌فرستادند. زن کشیش دست زن همسایه را گرفت و به یکی از مرغ‌ها اشاره کرد. مرغ بیچاره کمی بالا و پایین پرید. بعد نوکش را باز کرد و خون بالا آورد. زن همسایه صورتش را چنگ زد. جیغ کشید. یا مسیح، این دیگه چه بلاییه؟ تا حالا همچه چیزی ندیدم. مرغ بیچاره زیاد دوام نیاورد. چرخی دور خودش زد و با نوک پخش زمین شد. بیوه ناله‌ای کرد و به سر صورتش چنگ انداخت. زن همسایه خم شد و در گوش بیوه کشیش گفت: به خدا قسم مرغاتو جادو کردن. زن کشیش رو به آسمان فریاد زد: دشمنام، میدونم چشم دیدنمو ندارن. صدای جیغ خروسی با فریاد زن قاطی شد. خروسی تکیده از لانه مرغ‌ها بیرون پرید. خروس مثل عروسک کوکی بالا و پایین پرید. اما ناگهان سرعتش کم شد. لخته خون از گلویش بیرون ریخت. خروس بدبخت خسخسی کرد و خون بالا آورد. آخر سر هم نقش زمین شد. پاهایش مثل چوبی خشک بالا ماند. صدای زجی زنها مرغ‌ها را بیقرار کرد. مرغ‌های بخت برگشته بال بال می‌زدند و از وحشت قدقد می‌کردند. با پیشنهاد زن همسایه اسقف منطقه برای خواندن دعا به مرغداری آمد. مردم روستا از لا به لای حصار مرغداری سرک می‌کشیدند. زن کشیش با ناراحتی صلیب را بوسید. اسقف با دیدن بیوه کشید آهی کشید گفت: خدا ما رو ببخشه و از غضب دور نگه داره. اسقف اخمایش در هم بود. از سر به هوایی زن کشیش خبر داشت، اما اثر بزرگواری سکوت کرد. بعد از رفتن اسقف مرغداری را بستن تا مرغ ها بخوابن.
روز بعد روزی سیاه بود. هیچ مرغی از خواب بیدار نشد. نه مرغ‌های غرق خون بیوه، نه بقیه مرغ‌های روستا. آشوبی به پا شد. همه از سایه مرگ حاکم بر روستا وحشت کرده بودند. در روزنامه محلی مبارز سرخ خبر شوم را با آب و تاب نوشتند. تیتر مقاله این بود: آیا طاعون مرغی در راه است؟ خبر به مسکو هم رسید، جایی که از قبل با خبر کشف پروفسور به حد کافی ناآرام بود. پرسیکوف بعد از اون روز کذایی روی آرامش ندید. مهم نبود در خانه یا در آزمایشگاه باشد، در هر صورت گیرش می آوردن تا از زیر زبانش حرف بکشند. پروفسور دیگر تمرکزی روی کارش نداشت. هر بار هم با شنیدن شایعی از خودش پریشان در می شد. پرسیکوف بعد از اون روز کذایی روی آرامش ندید. مهم نبود در خانه یا در آزمایشگاه باشد، در هر صورت گیرش می آوردن تا از زیر زبانش حرف بکشند. پروفسور دیگر تمرکزی روی کارش نداشت. هر بار هم با شنیدن شایعی از خودش پریشانتر می شد. آلفرد برونسکی دیگر پیدایش نشد. اما عواقب جنجالش دامن پروفسور را گرفت. خبر پرت و حیات از شوروی بیرون رفت. همه مردم دنیا از این خبر ملتهب شدند. شهرت پروفسور او را از فضولی‌های خارجی هم بی نصیب نگذاشت. یکی از آنها مردی بود که به اعتقاد پروفسور با کفتار مونه می زد. مرد به خانه پروفسور آمد، کارت ویزیتش را نشان داد و خود را معرفی کرد. این جناب رئیس تمام اختیار تجارت خارجی اتحاد جماهیر شوروی هستم. میمان با اجازه پروفسور سیگار برگی روشن کرده گفت: گویا پروفسور پرتو حیات رو کشف کردن. نه خیر، اینا چرت پرتای خبرنگارا و روزنامه هاست. آه نفرمایید. مرد از تفره رفتن دانشمندا در این موقعیت آگاه بود. گفت: درسته، کار روزنامه ها جفت‌سازیه، اما امکان نداره این خبر دروغ باشه. میدونین که تا اون سر دنیا مردم تحقیقات شما رو دنبال میکنن، خیلی خیلی بیشتر از اینجا. متوجه منظورم هستین؟ برای همه روشنه که شرایط دانشمندا تو دولت شوروی سخته. در واقع اینجا کسی قدر شما رو نمیدونه. یه دولت خارجی حاضره تمام و کمال از شما حمایت کنه. شرایط زندگی تو کشور خودتون دشواره. ما از سختی‌هایی که کشیدین مطلعیم. دولتی که گفتم تمام هزینه‌ها رو گردن میگیره، به شرطی که شما هم گزارش کامل آزمایشتون رو در اختیارشون بذارین. مرد دست در جیب کت گران قیمتش کرد. این مبلغ رو به عنوان پیش پرداخت بگیرین. پروفسور با تمام وجود فریاد زد: گم شو بیرون! از فریاد گوش خراشش وسایل خانه جا به جا شدن. مرد جوری نابدید شد انگار اصلا وجود نداشته. مرد بیچاره حتی وقت نکرده بود گالش هایش را ببوشد. پروفسور خدمتکارش را مجبور کرد گالش ها را به انجمن ملی تحویل دهد. همین کار باعث شد دولت از حضور جاسوس در خانه پروفسور مطلع شود. کمی بعد پیشنهاد عجیب دیگری به پروفسور شد. زنی بود زنگ زد و خانه ای 7 اتاق را به پروفسور پیشکش کرد. زن خارجی جاسوس نبود. او فقط بیوه علاقمند به دانشمندای مجرد بود. پروفسور هم برای تشکر شماره روانپزشکی حاذق را برایش فرستاد. پروفسور مدام با آدم‌های مختلف سرکله می‌زد. دیگر توانی برایش نمانده بود. چند روزی را در خانه ماند. تلفن را قطع کرد تا کمتر مزاحمش بشوند. اما کسی نمیتوانست جلوی حوادث ناگهانی را بگیرد. چند روز بعد پروفسور به آزمایشگاه برگشت.
عین برگشت توی خیابان مرد مرموزی را دید. مرد کلاهی لبه‌دار سرش بود و او را می‌پایید. مرد حرفی نزد و پرسیکوف هم اعتنایی نکرد. ماجرا وقتی جدی شد که دم در آزمایشگاه مرد دیگری شبیه همون مرد ایستاده بود. پانکرات مثل همیشه تا پروفسور را دید در را برایش باز کرد. مرد غریبه جلو آمد و سد ورود پروفسور به آزمایشگاه شد. با گرمی گفت سلام پروفسور. پروفسور چشم قره‌ای به مرد رفت. مرد را کنار زد و وارد شد. خودش را درآورد، خود را به دست پانکرات داد و گفت اینجا چی میخواد؟ مرد غریبی که آمادگی رفتار پروفسور را داشت با آرامش توضیح داد ما برای مراقبت از شما اینجاییم. دیگه هیچ آدمی حق مزاحمت نداره. مرد یقه کتش را برگردان تا پروفسور علامت امنیتی را ببیند. پرسیکوف سرش را تکان داد. تا بوی جاسوس به مشامتون خورد دست به کار شدین. مرد حرفی نزد. پروفسور با کنایه پرسید حالا گشنتون نمیشه همش اینجایید؟ مرد لبخند زد. فقط من نیستم، جا به جا میشیم. پروفسور سه روز با آسایش مشغول به کار شد. این مدت فرصت کافی داشت تا حساب دانشجوهایش را برسد. تنها مراجعین او جوانهای محتاج نمره بودند. پروفسور هم سرشان داد میزد. برین پی ولگردی، جانورشناسی به درد شما بی سوادان نمیخوره. یکی از کلاه لبه‌دارها به پانکرات گفت معلومه استاد سختگیریه. پانکرات از خدا خواسته جواب داد چشمتون روز بد نبینه. دانشجو چه توی درسش نمره بیارن چه نمره نیارن بدبختن. آسایش پروفسور دوام چندانی نداشت. روز چهارم وقتی برای استراحت روی مبل لم داده بود و سیگار میکشید صدای فریادی شنید. مردی پشت پنجره روبروی خیابان او را صدا میزد. پروفسور با اینکه حوصله نداشت اما اثر کنجکاوی پنجره را باز کرد. آلفرد برونسکی تو پیاده رو ایستاده بود. همون دفترچه یادداشت قبلی هم دستش بود. پروفسور دیگر توان بدخلقی نداشت. از طرفی کنجکاو بود خبرنگار دوباره چه میخواهد. حضور مرد کلاه لبه‌دار هم به او احساس امنیت میداد. آلفرد برونسکی تعظیمی طولانی کرد و گفت فقط یک دقیقه وقتتون رو میگیرم. یه سوال مربوط به جانورشناسی دارم. پروفسور حس خوبی به برونسکی نداشت. حس میکرد شبیه آمریکایی ها رفتار میکنه. با پوزخند گفت بپرس. آلفرد دستایش را دور دهانش حلقه کرد و فریاد زد نظرتون درباره مرغا چیه؟ پروفسور انتظار همچین سوالی نداشت. سرش را داخل آورد و داد زد پانکرات به مرد تو پیاده رو بگو بیاد داخل. چند دقیقه بعد آلفرد برونسکی با خوشحالی توی اتاق آمد. بدون تعارف روی صندلی لم داد و دفترش را باز کرد. پروفسور روی خوش بهش نشان نداد. درباره مرغا چی میخواین بدونین؟ هرچی شما بفرمایید. پروفسور نگاهی مشکوک به خبرنگار انداخت. بعد سخنرانی مفصلی درباره انواع و اقسام مرغ‌های جهان کرد. آلفرد برونسکی تا پایان حرفای پروفسور ساکت ماند و یادداشت برداشت. پروفسور که می‌دانست آلفرد برونسکی منظورش چیز دیگری بوده با تمسخر پرسید بازم بگم؟ برونسکی زمزمه کرد درباره بیماری مرغ‌ها می‌خواستم بدونم. من که دامپزشک نیستم اما خب ما چند نوع بیماری. برونسکی حرف پروفسور را قطع کرد. من درباره بحران جدید میپرسم. کدوم بحران؟ چشمای مرد از تعجب گرد شدن. با حیرت روزنامه مچاله را از کیفش درآورد و نشان پروفسور داد. مگه
خبر رو نخوندین؟ من روزنامه نمیخونم. چرا پروفسور؟ زیادی مزخرف می نویسن. مرد خبرنگار صفحه روزنامه را جلوی پروفسور گذاشت. زیر عنوان بزرگی را خط کشید: مرگ و میر مرغ‌ها. پروفسور عینکش را روی چشمانش جا به جا کرد. با تعجب پرسید: چی؟ در یکی از خیابان‌های شلوغ مسکو بلندگو اعلام کرد: جلسه بزرگ برای مبارزه با طاعون مرغی تشکیل شده. اعضای جلسه: کمیسرهای ملی بهداری و کشاورزی، معاون دامپروری، پروفسور پرسیکوف و رفیق رابینویچ هستند. حکومت کمونیست راست داشت لاغر یک آدم بی‌ربط را در جلسات مهم دعوت کند. این آدم بی‌ربط به عنوان رفیق اما در واقعیت جاسوس بود. وضعیت بیماری مرغ‌ها نسبت به قبل بهتر شد. واکسنی به نام واکسن ضد مرغ نتیجه بخش بود. اما بردن اسم مرغ و تخم مرغ از بردن اسم دشمنان هم بدتر بود. در تمام خیابان‌های مسکو بین نورهای رنگارنگ و تابلوهای نئونی اعلامیه‌های ضد مرغ و تخم مرغ نصب بود. خوردن گوشت مرغ و تخم مرغ اکیداً ممنوع است. در صورت تخلف با متخلفان برخورد جدی خواهد شد. اموال فروشندگان این محصولات مصادره می شود. کسانی که از این دست اجناس در خانهشان دارند زودتر به پلیس محلی تحویل دهند. مرحله بعدی نسل‌کشی مرغ‌ها بود. کپه کپه مرغ‌ها را روی هم می‌ریختند و بالای بام روزنامه کارگر می‌سوزاندند. تمام مغازه‌هایی که تا نیمه‌های شب باز بودند و تخم مرغ می‌فروختند درشان تخته شد. دیگر کسی املت نمی‌خورد. مردم مجبور بودند صدف خوراکی را جایگزین تخم مرغ کنند. عده‌ای از مخالفان هم از بس تخم مرغ خوردن مریض شدند. می‌خواستند ثابت کنند زورشان از دولت بیشتر است. ولی فقط تخت‌های بیمارستان‌های دولتی را اشغال کردند. ماجرا به سالن‌های تئاتر و سینما هم راه پیدا کرد. نمایشی با عنوان مرگ و میر مرغ و فیلم مستندی به اسم کودکان مرغ اکران شد. در سیرک معروفی هم کنایه‌هایی به این جریان انداختند. در یکی از اجراها دلغکی رنگ پریده به دلغکی با لباس چهارخونه میگوید: تو چرا اینقدر ناراحتی؟ تو زیر زمینم تخم مرغ قایم کردم اما پلیس پیداش کرده. تماشاگران هم مثل بوم از خنده منفجر می شدن. دو هفته بعد از ملاقات پروفسور و آلفرد برونسکی بحران مرغ و تخم مرغ ختم به خیر شد. معلوم نبود واکسنی که به مرغ‌ها زدن مفید بوده یا برخورد جدی با احتکار کننده های تخم مرغ. شاید هم گروهی که برای مقابله با شیوع بیماری به روستاها فرستادن خوب عمل کرده بود. البته از تأثیر جلسه بزرگ سران با پروفسور هم نباید غافل شد. اگر قضیه مرگ و میر مرغ‌ها کش پیدا می‌کرد، در شهر آشوب به پا می‌شد. در همون مدت کوتاه یک نفر ادعای قدرتی ماورایی کرد. طرف تلاش کرد با قدرت ماوراییش به کمیسرهای ملی اتهام بزنند، اما کسی ترم برای حرفایش خورد نکرد. در خیلی از شهرها هم مردم با ماموران دولتی درگیر شدند. یک بار وقتی مامورها پیرزنی را به خاطر فروش مرغ کتک زدند، مردم حسابی به خدمتشان رسیدند. از طرف دیگر بیماری از مرز شوروی فراتر نرفت. حالا یا به خاطر تغییر آب و هوا بود یا سختگیری کشورهای همسایه. روزنامه‌های خارجی با هیجان نوشتند: جمهوری شوروی بدون فوتوخ بیماری را در کشورش ریشه‌کن کرد. دولت هم به رسم آن زمان انجمنی به نام مرغ‌های نمونه تشکیل داد. انجمنی که معلوم بود کاربردی ندارد اما باید تشکیل می‌شد. پروفسور هم در این انجمن عضو بود. او در طول این ماجرا آنقدر خسته شد که دیگر قدرت مخالفت نداشت. فشار بیشتر از همه روی پروفسور بود. با اینکه میلی به بررسی بحران مرغ‌ها نداشت اما مجبور به ترک آزمایش اشعه قرمز بود. پرسیکوف باید در تمام جلسات مربوط به بیماری پرنده‌ها شرکت می‌کرد.
در این مدت آلفرد برونسکی و مرد پامسنوی مدام با او در تماس بودند. این دو خبرنگار سمج باید همه را در جریان مطالعات و آزمایشات می‌گذاشتند. پروفسور با کمک ایوانوف و چند جانورشناس دیگر مرغ‌ها را کالبد شکافی کردند. در طول سه روز هم مقاله‌ای درباره طاعون مرغی نوشتند. پروفسور روز به روز ضعیف‌تر می‌شد، از نیازهای طبیعیش می‌زد تا تحقیقات اشعه عقب نیفتد. بالاخره بعد از فروکش شدن بیماری کارهایش سبک شد. با ایوانوف محفظه‌ای بزرگتر ساخت تا طول و عرض اشعه زیاد شود. آزمایشی به مراتب سخت‌تر و بزرگتر پیش رو داشتند. پروفسور دیگر برای خواب هم به خانه‌اش نمی‌رفت. در این مدت افراد زیادی با او تماس گرفتند و ابراز همدلی کردند. کمیسر ملی فرهنگ سخنرانی طویلی در راستای تمایل به همکاریش کرد. مدیر دامداریش صمیمانه قوت قلب داد. بعد هم قول بررسی سفارشات خارجی پروفسور را داد. پروفسور پیشنهادهایی مثل داشتن اتومبیل شخصی هم داشت، اما قبول نکرد. پروفسور دیگر حرف زدن درباره اشعه قرمز را علنی کرده بود. به سمینارها و سخنرانی‌های بزرگی دعوت می‌شد. در تمام سخنرانی‌ها مردم یادداشت‌هایی را روی سن پرتاب می‌کردند. مردم جدا از یادداشت‌های عاشقانه و تبریک و تحسین، سوالات مختلفی درباره اشعه و تأثیرش داشتند. پروفسور همه را در حد توان جواب داد. در آخر هم با تشویق‌هایی گرم بدرقه می شد. در یکی از سخنرانی ها سالن جای سوزن انداختن هم نداشت. مردم آنقدر تشویق کردند تا پروفسور دوباره روی سن آمد. فضای سالن از حجم جمعیت اکسیژن کافی نداشت. پروفسور موقع تعظیم تمام بدنش خیس عرق بود. در بین جمعیت اتفاقی چشمش به جلد زرد تپانچه افتاد، اما توجه نکرد. وقتی سخنرانیش تمام شد همه چیز دور سرش چرخید و چشمایش سیاهی رفت. در حالتی نیمه هوشیار صداهایی شنید. پروفسور حالتون خوبه؟ پروفسور به سختی جواب داد. یه لیوان آب بهم بدین. پروفسور با وجود خستگی زیاد از نتایج جدیدش راضی بود. یک روز وسط گرمای تابستان به میز پر از ابزار و محفظه بزرگش زل زده بود. پانکرات در را به آرامی باز کرد و با صدایی لرزان گفت: آقای روک منتظر شماست. پروفسور با لبخندی زورکی گفت: باشه، اما من خیلی گرفتارم. از دولت حکم داره؟ چه جالب. خیلی خوب، بگو بیاد. پانکرات قیبش زد. چند لحظه بعد پروفسور صدای قدم‌های استواری را شنید. با ورود میهمان جدید کمی جا خورد. با اینکه پرسیکوف اصلا درگیردار ظاهر افراد نبود، اما سبک لباس پوشیدن مرد به چشمش گیر آمد. اون زمان در شوروی همه مردم حتی طبقه کارگر هم باید کت می پوشیدن. کم کم انواع و اقسام کت‌ها مثل کت‌های چیکی از رده خارج شدند. مرد تازه وارد کت تنش نبود. شلواری سبز، پالتوی چرمی چهار دکمه و پوتین‌های بلندی پوشیده بود. روی کمرش هم تپانچه قدیمی در جلدی بیرنگ رو بسته بود. پروفسور از دیدن مرد حس خوبی نگرفت. پرسید: مدرکی برای اومدن دارید؟ مرد با احترام جواب داد: من الکساندر سیمونوویچ روک هستم. خب حالا که چی؟ من به عنوان رئیس کشاورزای دولتی اینجام. خب، برای ماموریت سری اومدم. زودتر حرفتونو بزنید. مرد از داخل کتش کاغذی زخیم بیرون آورد و جلوی پرسیموف گذاشت. بعد بدون اجازه روی صندلی نشست. پروفسور تشر زد: میز رو تکون نده. پروفسور کاغذ را خوان و با خشم فریاد زد: معنی کاراتون رو نمیفهمم. نباید با من مشورت میکردین؟ معلوم نیست قراره چه گندی بزنه.
روک ناراحت شد. به پروفسور گفت ببخشین. اما پروفسور انگشتش را به نشانه سکوت بالا آورد، دوباره داد زد. به من ربطی نداره، اما اجازه نمیدم تا خودم آزمایشامو تموم نکنم موافقت کنم. مرد شماره رئیسش را گرفت، گوشی را دست پرسکوف داد. پروفسور چند دقیقه سکوت کرد و به حرفهای فرد پشت تلفن گوش داد. مشخص بود پشت خط کسی در حال آرام کردن پروفسور است. پروفسور بدون خداحافظی گوشی را قطع کرد و بلند با خودش حرف زد. باید خودم را کنار بکشم. دوباره به طرف میزش برگشت، کاغذ را از بالا تا پایین بررسی کرد، داد زد پانکرات. پانکرات از راه در سرش را داخل آورد. پروفسور بدون اینکه نگاهش کند گفت هیچی، برو. پانکرات که به اخلاقهای پروفسور عادت داشت در را بست و رفت. پروفسور آهی کشید و گفت باشه، این کارو میکنم، اما نتیجهش به من مربوط نیست. هر کاری دلتون میخواد بکنید. چشمای رک از تعجب گرد شد. پرسید مگه شما رفیق نیستین؟ منظورش این بود پروفسور طرفدار حکومت هست یا نه. پروفسور اخمایش در هم رفت. یعنی چی تقیب توکی میخوره؟ رفیق رفیق میکنین؟ پرسیکوف کنار محفظه ایستاد. خوب گوش کن، با تکان دادن این چشمی نور همه جای محفظه پخش میشه، با حرکت عدسی ها هم نورهای پراکنده رو میشه جمع کرد. پروفسور اشعه را خاموش و روشن کرد، با تمسخر گفت تو کف محفظم هرچی دلتون میخواد بذارین تا رشد کنه. روک متوجه لحن پروفسور نشد. پروفسور دوباره گفت مواظب باشین دستتون به اشعه نخوره، چون زخم میشه. منم هنوز نمیدونم زخمش بدخیم هست یا نه. با این حرف روک رنگش پرید، دستهایش را پشتش قایم کرد و به دستهای باند پیچی پروفسور زل زد. ها؟ چه بلایی سرتون اومده؟ هیچی، یه جفت دستکش چرمی از مغازه سر خیابون بخرین، بقیهش به من ربطی نداره. پرسیکوف داخل محفظه سرک کشید، بعد سراپای مرد را برانداز کرد و گفت حالا چرا شما؟ روک دلخور شد. ببخشید؟ خب منم باید از قضیه سر در بیارم یا نه؟ چرا شما رو برای این کار در نظر گرفتن؟ خب برای اینکه کار خیلی حساس مهمیه. که اینطور. پانکرات؟ پانکرات سرکلش پیدا شد، اما دوباره برگشت. پروفسور از روک پرسید سب کن ببینم، حالا چرا اینقدر با عجله و محرمانه؟ شما که میدونین همه مرغا از بین رفتن. آها، بعد شما میخواین زندهشون کنین، اونم با آزمایشی که هنوز تموم نشده؟ پروفسور، برخورد شما منو گیج کرده. خودتون میدونین که صنعت مرداری ما باید دوباره جون بگیره. کشورهای خارجی حرفای خوبی پشتمون نمیزنن. هرچی میخوان بگن، اصلا مهم نیست. روک با افسوس سرش را تکان داد. پروفسور حرفش را کامل کرد. باید بدونم به فکر کی رسیدی که از تخم مرغ مرغ تولید کنه. روک در جواب گفت خب به فکر من. که اینطور. اون وقت کاربرد اشعه رو از کجا میدونین؟ من توی سخنرانی شما بودم. پروفسور یاد جلد زرد تپانچه‌ای که بین جمعیت دیده بود افتاد. اما من تا حالا روی تخم مرغ آزمایش نکردم. مطمئنم میشه اشعه شما فیلم پرورش میده، جوجه که چیزی نیست. چه بد، شما جانورشناس نیستین، اگه بودین مدال شجاعت میگرفتین.
درصد خطا زیاده، ممکنه فقط وقت من تلف بشه. ما محفظه رو حتما برمیگردونیم. راضی شدین؟ کی؟ بعد از اینکه یه بار امتحان کردیم. روک با شدیدن صدای بوق کامیون به طرفش دوید، نفسی تازه کرد و با کمک سه مامور محفظه شیشه ای را بلند کرد. روک برخلاف حضورش در آزمایشگاه لباسی معمولی پوشیده بود. او از قبل در گلخانه جای محفظه دستساز پروفسور را مشخص کرده بود. محل زندگی روک منطقه زیبا و یلاقی بود، روستایی با بارانهای بهاری و پرمحصول. سال 1928 بود، سالی که از نظر کیفیت محصول و سرسبزی مراتع بهترین سال بود. روک نصف روز تلاش کرد تا محفظه را در جای درست خود با نور مناسب قرار دهد. روز بعد کامیون سه جعبه بزرگ آورد. روی جعبه ها با حروف آلمانی نوشته بود: مراقب باشید، تخم. روک تا جعبه ها را باز کرد، جا خورد. چرا اینقدر کم فرستادن؟ در روستا برخلاف شهری مثل مسکو، مردم روابطی نزدیک و صمیمی با هم داشتن. برای همین همگی در آوردن و گذاشتن تخم مرغا کمک کردن. بسته‌بندی تخم مرغا حرف نداشت. بین چند لایه کاغذ ضخیم و خاکره سر سفیدشان بیرون زده بود. روک با هیجان خاکره ها را کنار زد. بسته‌بندی تخم مرغا حرف نداشت. بین چند لایه کاغذ ضخیم و خاکره سر سفیدشان بیرون زده بود. روک با هیجان خاکره ها رو کنار زده گفت: به این میگن بسته‌بندی، نه اینایی که تو کشور ماست. همسر روک آرام و با دقت یکی یکی تخم مرغا را بیرون آورد. روک به همسرش گفت: مراقبشون باش. زن جواب داد: مگه تخم طلام؟ تخم مرغ ندیده که نیستم، بلدم چی کار کنم. همسر روک یکی از تخم مرغ‌ها را بیرون آورد و با هیجان گفت: چقدر بزرگن. خارجیان دیگه، آلمانی اصیل، اما نمیدونم چرا اینقدر کثیفن. الکساندر خودش را تکان داد تا خاکره روی لباسش نماند. به همسرش گفت: حواست بهشون باشه تا من برم یه تلفن بزنم. چند دقیقه بعد تلفن اتاق کار پروفسور زنگ خورد. پروفسور چنگی در موهایش زد و بی‌حوصله جواب داد: بله. پروفسور صدای ضعیف شنید، دوباره پرسید: متوجه نشدم. مرد پشت تلفن با صدای بلند همراه خشخش تلفن گفت: روک هستم. کدوم روک؟ آها آها آها، خب مشکل چیه؟ برای من تخم مرغ اومده، اما همشون خیلی کثیفن، لازمه بشورمشون؟ او نه نه نه، فضل رو تولد مرغا تأثیری نداره. میخوای بذاریشون تو محفظه؟ بله بله، به امید دیدار. پروفسور گوشی را گذاشت و ادای روک را برای ایوانوف در آورد. امید دیدار. خب دربارش چی فکر میکنی؟ ایوانوف خندید. نمیدونم قراره چی از اون تخم مرغا در بیاد. احتمال داره که تأثیر اشعه روی تخم مرغ هم مثل خزنده ها باشه، به احتمال زیاد ازشون جوجه بیرون میاد. آره جوجه، اما معلوم نیست چه مرغایی بشن. نمیدونم خوردنشون ضرر داره یا نه، اصلا شاید بعد دو روز بمیرن. پروفسور سرش رو با ناراحتی تکان داد. شایدم با استخون‌های نرم بزرگ شدن و نتونن روی پاشن. ایوانوف تایید کرد: کاملا درسته. اصلا شاید نتونن تخم بذارن، شاید اونقدر روش کنن که اندازه سگ بشن. کاش زودتر این قضیه جمع بشه، کلی عقب افتادیم. پروفسور کمی قدم زد و پرسید: لباسای محافظ رو گرفتین؟ بله بله. کمی آرام شد. باید در اتاق کامل کیپ کنیم و پنجره ها رو باز بذاریم. درسته،
سه تا کلاه کاسکت چی دارید؟ داریم، برای من و شما و یکی از دانشجوها. گازم امتحان کردم، مشکلی نداشت. پروفسور پرسید روی چی امتحانش کردین؟ وزق؟ در جا مردم. راستی باید تقاضای تپانچه کنید. بلد نیستم باهاش کار کنم. من بلدم، بی نظیره. اگه باشه دیگه برای کشتنشون به گاز نیازی نداریم. پروفسور کمی آرام گرفت، اما دوباره یاد تلفن رک افتاد. راستی چطور تخمایی که از آلمان سفارش دادن رسیدن ولی ما باید منتظر بمونیم؟ چون پرورش مرغ اولویت آقایونه. حق با ایوانوف بود. مشکل دولت رکود صنعت مرغداری بود. وقتی هم رک طرح استفاده از اشعه را برای شورای دامداری مطرح کرد، استقبال پرشوری از او شد. البته رک سابقه درخشانی پیش دولت داشت. او قبل از ورود رژیم جدید فلوت زن قهاری بود. آرزویش هم رسیدن به سالن‌های باشکوه برای اجرا بود. اما با ورود شوروی کمونیستی خیلی از شغل‌ها مثل شغل او تغییر کردند. رک دیگر به جای فلوت تپانچه با خودش حمل می کرد. کم کم پیشرفت‌های بزرگی کرد. با فعالیت‌هایی که در زمینه آبرسانی به مناطق روستایی داشت معروف شد. بعدم با آمدنش به مسکو و دیدن سخنرانی پروفسور زندگیش زیر رو شد. در گلخانه همه چیز طبق اصول قرار گرفته بود. نگهبانی هم شبانه روز از تخم مرغ‌ها و محفظه مراقبت می‌کرد. روک با هیجان منتظر بیرون آمدن جوجه ها بود. خیلی از محلی ها پشت سرش حرف می زدن. می گفتن تخمای شیطانی پرورش می ده. برای اولین بار قرار بود جوجه ماشینی تولید بشه. برای همین روک از واکنش مردم دلخور نشد. دوستاش آگاهشان کند. برای همین سخنرانی هایی برای آگاهی مردم ترتیب داد. اما مردم روستا همچنان نیش و کنایه می زدن. اتفاقات عجیبی هم رخ داد. مثل سکوت عجیب در بیشه ها و قطع شدن صدای قورباغه های برکه. حتی همسر رک هم به شک افتاده بود. یک بار از همسرش پرسید به نظرت رفتن پرنده ها عجیب نیست؟ شاید به خاطر اشعه هاست. ها؟ تو هم مثل بقیه فکر میکنی؟ چه ربطی داره؟ چند روز بعد سگ های ده بیقرار شدن. مدام راه می رفتن و زوزه می کشیدن. این اتفاقات رک را نگران کرد. اما با آمدن خبری خوش همه چیز را فراموش کرد. نک زدن جوجه ها به دیواره تخم مرغ ها اولین آواز پیروزی رک بود. اون روز تمام دوستان و آشنایان رک در گلخانه جمع شدند. تا دمدمای شب در گلخانه ماندند و به صدای تقه های تخم مرغ گوش دادن. اما خوشحالیشان زیاد طول نکشید. با طلوع آفتاب نگهبان خبر بدی آورد. دو تا از تخم مرغ‌ها شکسته بودند، اما جوجه‌های داخلشان غیب شده بودند. نگهبان چندین بار عذرخواهی کرد و گفت رفیق روک باور کنید چش ازشون بر نداشتم، نمیدونم کجا غیبشون زده. من این حرف حالیم نیست، باید پیداشون کنی. رفیق روک، خود چرا منو سرزنش میکنید؟ من از کجا پیداشون کنم؟ روک با تعجب به نگهبان نگاه کرد، زیر لب قوری زد و خودش دست به کار شد. تمام گلخانه را زیر رو کرد، اما خبری نبود. تا زور کل گلخانه را گشتند. انگار جوجه ها آب شده بود، به زمین رفته بودند. آخر سر روک یک نفر دیگر را هم برای نگهبانی گذاشت. نگهبان جدید موظف بود هر 15 دقیقه داخل محفظه را چک کند. روک بعد از خوردن نهار و کمی استراحت به گلخانه برگشت. نگهبان دوم از جلوی محفظه ها تکان نخورده بود. از محفظه صداهایی مثل فس فس می آمد. انگار هر لحظه قرار بود تخمه ها بشکنند. روک چند ساعتی منتظر ماند. خبری از جوجه نشد. از جایش بلند شد، تکانی به پاهای خواب رفته اش داد و به نگهبان گفت میرم برکه آب تنی کنم، هر خبری شد بیا بهم بگو. رک حوله و فلوتش را برداشت و به برکه رفت. سوسنان بین مراتع را می رفت و آواز می خواند. علف ها زیر پایش له می شدن و بوی خوشش در فضا می پیچید.
ناگهان صدای خشخشی بین علف‌ها توجه او را جلب کرد. صدا مثل ساییده شدن چوب به زمین بود. دل روک از ترس لرزید. کمی ایستاد. صدا قطع شد. روک فکر کرد خیالاتی شده. دوباره زد زیر آوازو به برکه رفت. اطراف برکه سکوت عجیبی حکم فرما بود. روک فرودش را کنار برکه گذاشت و لباسهایش را در آورد. دوباره صدای خشخش شنید. این بار صدا با صدای صوتی بریده بریده همراه بود. روک خیره به علف ها دنبال صدا را گرفت. صدای همسرش تمرکزش را به هم ریخت. زن از دور فریاد زد. وایسا من هم میخوام بیام. من هم میخوام بیام کنار رودخونه. روک درگیر صدای بین علف ها بود. جوابی نداد. ناگهان از بین علف ها چیزی شبیه تله درخت بالا آمد. پیچ و تابی خورد و به اندازه تیر برخای مسکو اوج گرفت. نفس روک بند آمد. بدنش یخ زد. با دیدن سر بالای تنه چشمایش سیاهی رفت. دو جفت چشم باریک و بیرو از بالا بو زل زده بود. در چشما خشم شدیدی موج می زد. ناگهان فکری به سرش زد. عرق ریزان فلوتش را برداشت و نواخ. ابتدا نفسش بالا نمی آمد. فقط صوتی کم جان به گوش می رسید. اما با دشواری قطعی مشهور را نواخ. چشمای میان علف ها برق زدند. همسر از همه جا بی خبرش گفت. چی شده که تو این گرما فلوت می زنی؟ بی خبری زن دوامی نداشت. ناگهان جیغ وحشتناکی کشید و از حال رفت. کنترل همه چی از دست روک خارج شده بود. ماری به قد یک ساختمان 10 طبقه و عرض یک آدم تنومن از میان علف ها بیرون پرید. مار دهانش را باز کرد. با دندانهایی مثل چنگک زن را از شانه بلند کرد. زن آخرین فریادش را کشید و دوباره از حال رفت. تنه مار مثل فنر دور زن پیچید. کمی بعد صدای شکستن استخوانهایش همه جا را پر کرد. انگار سر روک را در ظرف آرد کرده بودند. موهایش در یک آن سفید شدند. به سختی خودش را تکان داد و با فریادی وحشیانه فرار کرد. روک گریان و لرزان توی ایستگاه قطار نشسته بود. فلوتش را در چنگش فشار می‌داد. گاهی از غم فریاد می‌کشید. ماموران اداره تفکر سیاسی حرفایش را درباره مار باور نمی‌کردند. روک اصرار داشت به مسکو برود. نمی‌خواست با مامورها به اونجای نهض برگردد. بالاخره راضی شدند روک را همراه یک مامور به مسکو بفرستند. دو مامور هم راهی گلخانه شدند. مامورها با موتور راهی شدند. اطراف خانه و گلخانه پرنده پر می زد. مامورین با احتیاط داخل حیات رفتن. همه چیز رنگ مرگ گرفته بود. یکی از مامورها فریاد زد. های کسی اینجا نیست؟ وقتی به گلخانه نزدیک شدن صدای عجیبی حواسشان را پرت کرد. صدایی شبیه فسفس. آهسته در گلخانه را باز کردن. ناگهان با فاجعه‌ای وحشتناک روبرو شدند. گلخانه مثل ظرفی پر از کر بود. مارهای غول پیکر در هم میلولیدند و پیچ و تاب می‌خوردند. پوسته‌های شکسته تخم مرغ‌ها هم زیر بدنشان قروچ قروچ خرد می‌شدند. سه جبه هم کف زمین بود. روی یکی از آنها رگه‌ای از نور قرمز نمایان بود. شتر مرغی با ساق پای بلند کنار جبه ها افتاده بود. کنار پرنده جسد نگهبان بود. ماموران آرام عقب عقب رفتند. با هفتیر گلخانه را به گلوله بستند. صدای هیاهوی مارها گوش را کر می‌کرد. کسی حریف موجودات عظیم و وحشی توی گلخانه نمی‌شد. حیوانی قهوه‌ای و عظیم از گونه تمساح به ماموران امان نداد. در یک چشم هم زدن جان هر دو را گرفت. وقتی اولین بار خبر دیدن شتر مرغ غول‌پیکر به روزنامه‌های دولتی رسید، کسی باور نکرد.
شوخی گرفتن خبر باعث شد طی چند روز بعد تمام تیترهای روزنامه‌ها درباره حمله شترمرغ‌ها و مارهای عظیم باشد. خبرها هنوز به اتاق کار پروفسور درز نکرده بود. او در آزمایشگاه همه چیز را برای انجام آزمایش اسرارآمیز آماده کرده بود. پروفسور در اتاق کارش با عصبانیت قدم زد و به ایوانوف گفت: معلوم نیست چه خبره. کامیون برای اون مرد روستایی تخم مرغ فرستادن، ولی من 2 ماه منتظرم. از برلین تا اینجا مگه چقدر راهه؟ ایوانوف همراهی کرد: هرج و مرج. پروفسور و دستیارش بیکار ننشستند. در اون مدت درگیر آزمایش جدیدی شدند. برای همین نه از اخبار و شایعات مسکو خبر داشتند، نه از تیتر اصلی روزنامه‌ها. بالاخره 3 جعبه به آزمایشگاه فرستادند. روزی که جعبه‌ها را فرستادند، پانکرات و پروفسور در آزمایشگاه بودند. ایوانوف برای قدم زدن بیرون رفته بود. روی جعبه‌ها با حرف آلمانی نوشته بودند: مراقب باشید، تخم. پانکرات جعبه ها را باز کرد. پروفسور با اشتیاق خاکره ها را کنار زد، اما با دیدن تخم ها نعره ای زد و گفت: منو مسخره کردن؟ پانکرات، اینا چیه؟ پانکرات با اندوه جواب داد: تخم مرغ؟ مگه من تخم مرغ خواسته بودم؟ بفرستشون جهنم، اینا به درد من نمیخورن. پروفسور تا خواست تلفن را بردارد، صدای ایوانوف متوقفش شد. ایوانوف روزنامه به دست و با صورتی وحشت زده وارد شد. میدونین چه اتفاق افتاده؟ آره میدونم، احمقا برای من تخم مرغ فرستادن. ایوانوف با حیرت نگاهی به جعبه انداخت، بعد به روزنامه‌اش نگاه کرد. چشمایش چارت تا شده بود. با صدایی بریده گفت: فهمیدم چی شده. ایوانوف روزنامه را به پرسیکوف نشان داد. با انگشتان لرزان به عکسی رنگی اشاره کرد. تصویری هوایی از ماری بزرگ و سبز که لکه‌هایی زرد داشت. پروفسور گفت: ماره. ایوانوف در جواب گفت: اون مرد به جای مرغ مار پرورش داده. پروفسور صدایش لرزید: منظورت چیه؟ ایوانوف به جعبه‌ها اشاره کرد: سفارش تخمای مار و شترمرغی که داشتیم و اشتباهی برای روک فرستادن. پروفسور دهانش خوش شد، دستش را به سرش گرفت و فریاد زد: خدایا. ایوانوف متن روزنامه را بلند خواند: مارها دست دسته از روستا خارج و به مناطق اطراف می روند. تعدادشان سر به فلک می گذارد. همچنین تعداد بیشماری تمساح و شترمرغ هم پیدا شدند. گروه اعزامی به این مناطق با آتش زدن جنگل ها تا حدی از پیشروی آنها جلوگیری کردند. چشمهای پروفسور سیاهی رفت، راه نفسش بسته شد، روی زمین افتاد و یک طرف بدنش بی‌حس شد. پانکرات و ایوانوف دکمه های پیراهنش را باز کردند. ایوانوف داد زد: برو آب بیار، سکته کرده. مسکو به شهری مرده و وحشت زده تبدیل شده بود. دولت حکومت نظامی اعلام کرد، گفت در صورت لزوم باید شهر را تخلیه کرد. خیلی از مناطق تخلیه شده بودند. مردم از ترس جانشان دیگر خواب نداشتند. چراغ تمام خانه ها تا صبح روشن بود. ارتش سرخ هم مناطق خطرناک را با گازهای سمی پر کرده بود. در بعضی از مناطق موفق به پاکسازی شده بودند. دولت اعلام کرد خاربار مسکو تا 1 سال تامین است، اما خیلی ها به فکر فرار افتادند. دولت برای پیشگیری از هجوم مردم تمام ایستگاه‌های راه آهن را بست و در اختیار نظامی‌ها گذاشت.
مردم که دیگر تحمل نداشتن به خیابان ریختن و شعار دادن. روی زمین پر از پلاکارت های له شده و خورد شیشه های در و پنجره ها بود. مردم با هیچ تدبیری آرام نمی گرفتن. وجودشان سرشار از جنون و وحشت بود. خیلی ها نتوانستن خشمشان را کنترل کنن. دنبال مسبب اصلی رفتن. پروفسور در آزمایشگاهش را به روی تمام اتفاقات جاری بسته بود. هیچ کدام اخبار را دنبال نمی کرد. او نمی توانست لحظه‌ای محفظه جادویش را ترک کند. برای همین با پانکرات و خدمتکارش در آزمایشگاه زندگی می کرد. همین هم بلای جانش شد. وقتی از دور صدای هیاهوی مردم را شنید، فکر نمی کرد هدف خودش باشد. با شنیدن صدای شکستن در، خدمتکار فریاد زد: پروفسور، فرار کنید! پروفسور حرکتی نکرد. با همون چشمهای همیشه مصمم و پرشور به خدمتکار نگاهی انداخت و گفت: من هیچ جا نمیرم. باید جلوی این حماقت ایستاد. بعد فریاد زد: آخه این اتفاقا به من چه ربطی داره؟ همون لحظه صدای شلیک گلوله و قدم های سنگین و شکسته شدن شیشه ها در فضا پیچید. در بین جمعیت مردی نظامی با ستاره روی آستینش و کلاهی زرشکی رو به پروفسور فریاد زد: لطفاً خودتون رو نجات بدین، من دیگه کاری از دستم بر نمیاد. پروفسور خشک زده بود. پانکرات و خدمتکار زیر دست و پا له شدن. پروفسور فریاد زد: معنی این دیوونه بازی ها چیه؟ مثل حیوان ریختن اینجا که چی؟ بعد طبق عادت داد زد: پانکرات! پانکرات! اینا رو ببر بیرون! اینا رو بیرون کن! اما پانکرات بیچاره دیگر کاری از دستش بر نمی آمد. هیچ کس به شلیک های پلیس توجه نمی کرد. مردم عصبانی داد می زدن: بکشیدش! همین مردک خزنده ها را به جون من انداخته، بکشیدش! مردی قد کوتاه با لباسی پاره خودش را از بین جمعیت به پروفسور رسان. مرد چوبی در دستش بود. با همون چوب فرق سر پروفسور را شکافت. پروفسور پخش زمین شد. قبل از برگش گفت: پانکرات. مردم آسی خدمتکار پیر و بیگناه را هم تکه تکه کردن. در آخر محفظه و اشعه خاموش را زیر دست و پا خورد و خاکشیر کردن. آنشب تا صبح از اطراف آزمایشگاه صدای آژیر آتش نشانی پلیس و آمبولانس شنیده می شد. فاجعه حمله مارها با مرگ پروفسور از بین نرفت. سرمای طاقت فرسای زمستان سال 28 روسیه را نجات داد. سرمایی که هیچ خزندهی تحملش را نداشت. مدتها زمین پر از جسد مار و تمساح بود. همین جسدها باعث شیوع بیماری جدیدی شدند. بیماری که در بهار 29 از بین رفت. مسکو دوباره جان گرفت. هیاهوی مردم، تابلوهای تبلیغاتی، کنسرت‌ها و تئاترها مسکو را مثل روز اول کرد. اما شهر یک چیز کم داشت: پروفسور پرسیکوف. فاجعه سال 28 مدت‌ها سر زبان‌ها بود، اما کمرنگ‌ترین اسم نام پروفسور و اشعه قرمزش بود، چیزی که دیگر هیچ کس، حتی ایوانوف هم نتوانست دوباره خلقش کند. شاید دلیلش وجود چیزی غیر از دانش بشری بود، چیزی که فقط پروفسور مرحوم ازش خبر داشت.